خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. جانشین فرمانده نیروی انتظامی، یکی از خوشنامترین سرداران فعلا موجود، یعنی سردار احمد رادان، دیروز اعلام فرمودند که یکی از هنرپیشگان سرشناس سینمای ایران به علت بدحجابی و عدم رعایت عفاف در جمهوری اسلامی ایران، یعنی اولین حکومت الله بر روی کره زمین، یعنی حکومت آقا امام زمان، که تمام مشکلات رو برای مردم حل کرده در همه منطقه خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند و این بر آسیای میانه، تمام اوضاع بر وفق مراد، روابط بسیار دوستانه و حسنه با همه کشورها، اقتصاد توپ، کوچکترین مشکلی در مسائل اقتصادی وجود نداره، مملکت عین ساعت‌های اولیه سوئیس دقیق بدون یک هزارم ثانیه کار میکنه. الحمدلله یه مقام معظم رهبری داری که درست علیله، یه خودم ذلیله، ولی مملکت رو داره طوری اداره میکنه که این کشورهای همسایه، این کشورهای عربی، این کشورهای جهان سوم، مسلمان، غیر مسلمان، عرب، فرق نمیکنه، همه دست به آسمان که خدایا این آدم علیل و ذلیل که اینطوری با قدرت و مملکت رو اداره میکنه، یه چند تا کپی هم از این بفرست در مملکت ما، همه مشکلات اون مملکت حل شده. فقط مونده که بعضی از این ضد انقلابیونی که به اسم هنرپیشه هستن یه ذره عفاف رو رعایت نمیکنن، اونم سرداران اسلام که همه در راه خدا فی سبیل الله دارن کار میکنن، نمیتونن تحمل بکنن که یک زنی یک ذره موش بیرون باشه. بله، این خانومی که ملاحظه میفرمایید تصویرشو الان، خانم لیلا اوتادیه، ایشون یکی از اشتباهاتش این بود، زن زیباییه، به شدت زیباست این زن، نگاش کنی یک نقص شما تو صورت این دختر زیبا، این خانم زیبا پیدا نمی کنی. حالا شما فکر کنید در حکومت اراذل اوباش این دختر خانم زیبا آمده، یکی از بزرگترین اشتباهاتش این بوده که رفته در یک فیلم که کارگردانش یک چاقوکش معروف، یه لات بی سر و بی پا به اسم مسعود دهنمکی بازی کرده، در اخراجی نمیدونم 2، اخراجی 3، حالا تا اخراجی 5 میاد، ایشون بازی کرده که زیر حمایت و عنایت این چاقوکش معروف باشه. و یه صحنه هم در یک سالن سینما دیدم که به مناسبت اینو نمیدونم هنرشاب بودن، این آقای به شدت مذهبی بسیار مؤمن، آدم پاک، آقای مسعود دهنمکی، این خانم اوتادی رو که جزء هنرپیشه ها بود نشونده بود، یه صندلی رو خالی گذاشته بود که نبادا گرمای تن این خانم ایشون رو حالی به حالی بکنه، چون طبق قوانین اسلام اگر یک خانومی در یک صندلی بشینه اون صندلی داغ بشه، وقتی که این خانم بلند بشه بره، یه برادر مسلمان نمیتونه بیاد اونجا که حرارت این خانم که هنوز رو صندلیه اون رو تحمل کنه. مطابق قوانین اسلامی آقایون، یعنی امام این حکومت آقای امام زمان، اولین حکومت الله بر روی کره زمین، همه اینا مجازات جهنم داره. مگه میشه یه خانومی نشسته روی صندلی
بدنش اون صندلی رو داغ کرده، حالا یه برادر مسلمان بیاد بشینه اونجا، این باعث تحریک میشه. این سردار محترم آقای احمد رادان، احمد رضا رادان، همون سردار محترمیه که سردار محترمتر زراعی، یه سردار محترمتر از این بود به اسم زراعی، که یک بار ایشون راجع به سردار زراعی وقتی میخواست صحبت بکنه گفت ما از ذخایر اسلامی در ناجا یکیش این سردار زارعیه. حالا این سردار زارعی کی بود؟ این سردار زارعی همون سردار محترم یا نامحترمی بود که در کرج پوستختش رو پنگ کرده بود، یک مرکزی درست کرده بود به اسم نمیدونم مرکز نظارت تهران بزرگ و فرمانده اونجا بود، یک عده از این اراذل اوباش مثل خودشم جمع کرده بود و دیده بودم خب مملکت، بله این مقام محترم سردار زراعی، دیده بود مملکت هم خرطوخره دیگه، مقام معظم رهبری علیل ذلیل اون بالا نشسته، یه عده بادش میکنن، کاری نداره مملکت چه اتفاقی میفته، داده دست اینا مملکتو، دست این اراذل اوباش، خب اینا هم هر کاری دلشون بخواد تو مملکت میکنه. در نتیجه ایشون دیده بود عجب موقعیتیه، سردار اسلام که هست، پر از زنان مسلمین هم که هستن که شوهراشون تو جنگ از دست دادن یا به هر مناسبت اینا به قول خودشون میتونن گیر بدن، زنای مردم بگیرن بیارن توی خونه به اسم عفاف و حفظن کردی، حجاب و حفظن کردی، بیان هر بلایی که دلشون بخواد سر این زنای بیپناه بیارن. مملکت دیگه، مملکت آقای امام زمان. حالا یه مسئله هم براتون میزم، در نتیجه این آقای سردار زرایی، دوباره خواهش میکنم سامان جان نشون بده این آقا تو حافظه مردم بیشتر بمونه، این سردار محترم زرایی آمد با کمک همکاران بسیار مؤمن و عفیفش که اصلا کوچکترین ناراحتی، کوچکترین بدحجابی، خلاف عفاف رو نمیتونن تحمل کنن، بله اینجا چه صحنه‌ای که دارن دم نماز میکنن اینا نمیشه نشون داد، اینا رو آورد خانوما رو 20 تا 25 تا خانوم لخت مادرزاد، بهشون گفتن که شما وایسی تو صف نماز و جلو این خانوما اقامه نماز کردن. این سردار زرایی و دوستان محترمش که خیلی طرفدار عفاف و حجاب بودن، چندین بار در خیابان‌های تهران یورش بردن به دختر و پسرای ما، اینا رو کتک زدن با لگد پرتشون کردن تو ماشینا، چندین صحنه‌اش تو یوتیوب هست تو فیلم‌ها که چجوری اینا زنا و دخترای ما رو می‌زدن برای اینکه شما عفاف رو رعایت نکردید، حجاب رو رعایت نکردید، مینداختن و می‌بردن زندان. حالا همین سردار اسلام، من 10,000 بارم اینو خواهم گفت، این خانوما رو لخ کردن با دوستان دیگه نشستن، حالا حشیش هم کشیده بودن حتما و عرقی هم خورده بودن، در اسلام برای این رفقا آزاد این چیزا، برای سرداران اسلام. بعد زنای که عفت رو و حجاب رو رعایت نکردن آوردن گفتن لخت مادرزاد، ما این پشت میشینیم شما نماز بخونیم، ولی پر بودی تمیانون گرد. حالا برگردیم به خانوم اوتادی، خانوم لیلا اوتادی، اون دختر زیبا که دارم میخواد سامان دوباره عکسش نشون بده، خب شما نگاه کنی این خانوم به این زیبایی رفته تو فیلم آقای مسعود دهنمکی هم بازی کرده. حالا اینا گفتن که خب خیلی از این سرداران محترم اسلام توی این نخ این مسئله بودن که این خانوم اوتادی رو یه جوری گیر بدن بهش دستگیرش کنن، و این زن موقعی که التماس میکنه به اینا، موقعی که گریه میکنه، این آدمای سادیستی، این بیمارهای روانی، این دختر رو انگولک کنن، نمیدونم به اصطلاح خودشون دیگه ارشادش کنن، آمدن در این به اصطلاح ساختمان میلاد، برج میلاد، یه مراسمی برپا بوده، یه کنسرت که
آقای مازیار فلاحی یکی از اینا که جاز میخونه و رپ میخونه خیلی معروفه با مجوز وزارت ارشاد. اون بالا بلیط خیلی گرون هم فروختن، مردم قرار بوده بیان برن این کنسرت رو ببینن. از جمله مدعوین این خانم لیلا اوتادی بود. ایشون هم با همین قیافه هنرپیش هست، یه ذره موهاش بیرون بوده و به اتفاق یه عده آمده. حالا قبل از اینکه این اتفاق بیفته بذاریم براتون یه داستانی دیگه بگم. خانم اوتادی قرار بوده در یک فیلمی به اسم ندا آقا سلطان بازی کنه، یک داستانی که یکی از این کارگردانای جمهوری اسلامی مثل سلحشور، نمیدونم مثل این مسعود دهنمکی، همین حمالایی که حالا شدن کارگردان، اینا قرار بوده یه فیلمی بسازن که داستان ندا آقا سلطان، که میدونید این جهانی شد ندا، زمانی که ندا آقا سلطان به وسیله این جیانیان تیر خورد افتاد، اون صحنه جان کندن ندا افکار عمومی خواب جهان رو بیدار کرد، تکان داد همه رو، و این به ضرر، خیلی به ضرر جمهوری اسلامی تموم شد، چون در تمام تظاهراتی که در سراسر جهان اتفاق افتاد بدون که حتی بعضی جای ایرانی ها شرکت داشته باشن، میلیون ها نفر خارجی نفرت خودشون رو از عقب افتاده ترین جانی ترین ددمنش ترین حکومت های جهان یعنی جمهوری اسلامی اعلام کرد. و این برای جمهوری اسلامی همین صحنه است که ملاحظه میکنید خیلی دردآور بود. برای اولین بار جوانهای مملکت ما، این بچه های ما توانستن از توییتر و فیسبوک که تازه اومده اون رو کار، تازه شروع شده بود، به نحو احسن استفاده کنن و درست این صحنه رو به جهانیان 3 ثانیه نمیدونم 5 ثانیه بعد مخابره کنه. همه جهان دید. حالا جمهوری اسلامی داره خودش رو به آب و آتش میزنه که بگه این یه داستان ساختگی بوده، که تا الان چندین بار این کاری کرده، که این دختر رو انداختن زمین و خون نمیدونم بی خودی ریختن و بعد بردنش تو ماشین و بعد بلند شده و اینا دیدن بعد جوری با تیر زدنش. و از جمله یکی از این کسانی که بهش این گیرا رو دادن یه دکتری بود که الان همین الان خاطرم پرید اسمش، حالا اسمش یادم میاد بهتون، آرش حجازی، آقای آرش حجازی فرار کرد، یه مترجم کسی که تو کار نشر بود، همون لحظه دید این خانم خورد زمین، معلم موسیقی ندام باهاش بود، این آدمو آوردنش و انداختنش توی ماشین و بعدن اینا دروغ گفتن، گفتن بله این آرش حجازی رفت توی ماشین و بعد این خانم ندا بلند شد و گفت خوب بازی کردیم و دیدن بعد جوری شد و با تیر زدن تو ماشین. بعد معلوم شد که موقعی که این خانم انداختن توی ماشین بردن، این آقای آرش حجازی بیرون بود، عکسش هست، دیدن اینم نشد. یه داستانی دیگه درست کردن، یه خانم دیگه که هم اس بود یه خورده، اینو آوردن و فرار کرد اومد آلمان، گفتن آقا این بوده و بی خود گفته بودن از این حرف. حالا هنوز بعد از 4 سال این داغ به جیگر علی خامنه ای رئیس روزخانها مونده که بیان اینو راستریس کنن، این جریانو بگن اینا حق بازی بوده، ندا آقا سلطانی نمرده، این داستان انگلیس بوده و اینتلیجنس سرویس و MI6 و نمیدونم موساد و اینا که میخوان جمهوری اسلامی که بسیار در جهان خوشنامه به خصوص رهبر علیل و ذلیلش میخوان بدنام کنن. توجه کردی؟ حالا به این خانم اوتادی گفتن تو باید بیای نقش ندا آقا سلطان تو این فیلم بازی کنی، یا کارگردان قلابی هم گذاشتن. این خانم گفت آقا من پام شکسته، پاشو گچ گرفته، گفت من پام شکسته نمیتونم شرکت کنم. حالا متوجه شدی؟ یه دختری خوشگل هست، زیباست، میبینید همه، در ضمن قرار بوده تو فیلم آقا ندا آقا سلطان بازی کنه، گفته من پام شکسته نیومده بازی کنه. همه اینا مجموعاً دست به دست همدیگه داده، ناگهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که تمام مدت در فکر آسایش و آرامش مردم هست که نبادا عفاف و حجاب اسلامی یک ذره این ور اون ور بشه، ریختن توی این
به اصطلاح برج میلاد کنسرتی که مجوز داشته جلوشو گرفتن، گفتن اصلا تعطیل. این خانم لیلا اوتادی رو مخصوصا رو این نشون کرد، به اضافه عده دیگه گرفتن ریختن تو ونا بردن توی نیروی انتظامی. یه مردکی هم هست که جدیدن از سپاه اومده به اسم سردار بهمن کارگر، ایشون شده رئیس امور اجتماعی ناجا. برای فرمانده یعنی احمدی مقدم کره خورد نمی کنه، قراره اینه بذارن جای اون. اون گفته که ما کاری به کارهای پشت پرده مسائل نداریم، ما اینو احمدی مقدم گفته، ظاهر جریانات برای ما مهمه در اینکه مملکت آرامش داشته باشه. این آقا اومده گفته نه خیر، از این به بعد تموم شد دیگه. مماشات با کسانی که عفاف و حجاب رو رعایت میکنه تموم شد، تموم شد. یه کار دیگه هم که این آقا کرده اینه که در این جریان مسابقات جهانیه، یعنی مسابقات اروپایی، جام اروپا که میدونی هر 4 سال یک با جام مسابقه جام جهانی فوتباله، هر 4 سال یه دفعه مسابقه جام اروپاست که کشورهای اروپایی، حالا آمریکا هم داره. این جام اروپا چون اکثر کشورهای قدر در فوتبال تو اروپا دیگه، حالا اینورم هست هفته بیس آمریکای لاتینو، آمریکای ایالات متحده هم داره خوب میشه تو اینجا حالا، ولی تیم‌های قدر و اصلی در اروپا. مردم تو ایران جمهوری اسلامی به دلیلی که نبادا عفاف و حجاب در این مسابقات حفظ نشه، میدونید که مثلا هلندیا مسابقه کس زن و مرد لخت و پتی میان اونجا و میرقصن و اینا تشویق میکنن، آلمانی هم اینطور، دانمارک هم اینطور، همه جای دنیا مردم متمدنن، ولی اینا عفاف و حجاب رو نمیفهمن که کشور آقا امام زمان نیستن که، برای همین بدبختن. اقتصادشون خوبه، مردم خوب زندگی میکنن، این بدبختیه دیگه. باید حکومت آقا امام زمان باشه، در رأسش هم یه آدم معیوب ذلیل علیل، ولی رهبر روزخانها باشه تا مملکت گل و بلبل رو تبدیل بکنه به یه خرابه. بله شوخی نیست، یه مملکت 35 میلیون رو تحویل اینا دادن با یه اقتصاد سالم. گفتم شما میتونی با اون رژیم مخالف باشی، بنده هم مخالف بودم، ولی یه چیزایی که دیگه نمیشه فراموش کرد که آقایون اومدن تعداد جمعیت کردن 75 میلیون. حالا که این مردک احمدی نژاد میگه تا 150 میلیون نفر جا داره، اقتصاد این مملکت رو داغون کردن، قوه قضاییش رو نابود کردن. یک مش آخوند عقب افتاده متحجره که این قانون اونو نقض میکنه، این قانون اونو نقض میکنه، یکی یه جرم واحدی رو محکوم به سنگسار میکنه، اون یکی تبرئه میکنه. خر تو خر، خر تو خر. اقتصاد به قول رهبر کبیرشون مال خره. ارتش دوتا، یکی سپاه یکی ارتش. دادگستری سه تا، یکی دادگاه های انقلاب، دادگاه های معمولی، دادگاه های ارتش، دادگاه چیز روحانی. روحانیون بعض طوری شده 3.5 میلیارد دلار دزدیدن، هی این میگه اون بوده، اون میگه اون بوده، پرونده میسازن که آقای رحیمی پولو گرفته. الان جلوی من هست این آخرین جلسه دادگاه، یکی از این متهمین میگه آقا بنده 1.5 میلیارد 1.5 میلیارد تومان پول دادم به آقای رحیمی. آقای رحیمی هم نمیگه من نگرفتم، میگه گرفتم ولی این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. حالا احمدی نژاد اومده میگه آقا این وسط معلوم نیست، ما خودمون دزد گرفتیم دادیم دست اینا، اینا به ما تهمت میزنن. خوشتون میاد از این من بکرد. اما اصل مسئله اینه که دزد اصلی تو بیت رهبریه، مقام معظم رئیس روزخانها، اون دوروریاش از آقای حجازی و محمدی نمیدونم گلپایگانی، همه دزدا دوروریشن. و اون بالا مملکت تعیین میشه وضعش چیه،
هر آخوندی که دوستر جانیتر مثل محسنی اژه‌ای، مثل محمدی نمیدونم اون یکی حالا یادم میاد میگم، اینقدر این دوزدا و جانی ها زیاده تعدادشون که آدم نمیتونه بگه، محسنی اژه‌ای، حسینیان، نمیدونم مصطفی پور محمدی، همینطور بگیرین این جانی ها بریم بالا، هر کدومشون در امتحانات خودشون، در جنایت، در خباست، در دزدی، اینا امتحان دادن، خوبن، میان تو بیت رهبری، تشویق میفتن به جون مردم. حالا برگردیم دوباره سر خانم اوتادی. خبرگزاری مهر بعد از اینکه این خانم اوتادی رو دستگیر کردن، رفته با یکی از این خانباجی ها که تعدادشون این دفعه 10 تاست تو مجلس، کارشون اینه که اگر اون حاج آقاهایی که در مجلس هستن بعضی قوانین رو بر علیه زنان یادشون بره تصویب کنن، این حاج خانوما که همشون هم ریشمیش و این حرفا دارن، همین حاج خانوما قیافه های عجیب و غریب، که حیف زن که آدم به اینا بگه، در حالی که ما بهترین، معروفترین و باسوادترین زنان ایرانی رو چه در داخل و چه در خارج داریم، یک مش زنای عقب افتاده تو سری خوری که معلوم نیست از کجا آمدن، ریشو یکی یه چادر هم دادن دستشون، با یه چشم اینا نشستن از حقوق زنان در مجلس دفاع کنن. یکی از اینا خانم لاله افتخاریه. ببینید چی گفته. میگه خبرگزاری مهر بلافاصله بعد از این دستگیری این هنرپیشه معروف سراغ خانم لاله افتخاری، یکی از نمایندگان مجلس، رفته و از قول او قاطعیت ناجا در برخورد با شرکت کنندگان بدحجاب در کنسرت موسیقی را ستوده است. خانم افتخاری معتقد است مجریان برنامه‌هایی از این قبیل که مجوز برگزاری یک برنامه را می‌گیرند باید بدانند که باید قوانین اسلامی را رعایت کرده و از ورود چنین افرادی ممانعت کنند. برخورد با چنین مسائلی در حقیقت ایجاد امنیت و دفاع از حق شهروندان است. بله، مملکت حساب و کتاب داره. حالا داشتم اینو میگفتم، مسابقات فوتبال داره برگزار میشه در اروپا، تمام جهان، میلیون ها نفر دختر و پسر در سراسر دنیا این مسابقات رو از طریق تلویزیون نگاه میکنه. در جمهوری اسلامی مطلق اصلا مثل که همچی جریانی نیست، میشینن یه صحنه‌ای از این فیلم ها رو تهیه میکنن بعد نشون میدن. مردم تشنه، هیچ برنامه که نیست که، سینما ها رو دارن میبندن، تئاترها رو بستن، موسیقی ها رو جلوشون گرفتن، تلویزیون هم که پشم و شیشه است، روی تلویزیون های خارجی هم پارازیت میندازن، مردم رو کتک میزنن، تو خونه شون نشستن مثل ایلغار مغول میریزن. همه اینا باعث شده مردم دلشون خوشحاله، مسابقات جهانی فوتباله، میشینیم برنامه رو نگاه میکنیم، میشینیم این بار این کار میکنیم، این کار میکنیم. من نمیدونم چرا هر موقع برنامه من هست اینجا یک کارهای عجیب و غریب صورت میگه. الان یکی اون بالای پشتمون همینطور داره سیم میده پایین، حالا فکرم نمیکنه که ما آخه اینجا نشستیم، منم از رو چیزی نمیخونم، بگذاریم، فرصت دیگه نیست. اما اومدن این صاحبان سینماها یه ترفند جدیدی زدن، گفتن خب سینما که ما فیلم نشون میدیم، همه میان میبینن، بنابراین رفتن حالا از چه طریق این بازی های جهانی رو، البته با تأخیر، خریداری کردن در سالن سینما نشون بدن، مجوزم از وزارت ارشاد گرفتن. دم گیشه شما به عنوان اینی که میخوام برید سینما مثل همه فیلم ها بلیت میخرید، زن و شوهرم حتی، خانومه میره اون ور میشینه، چی بهم بکت درست که به به، آقاه میره اون ور میشینه، خب فیلم شروع میشه، فیلم های معمولی. حالا سر فوتبال هم همین کاری کردن، گفتن که آقایون میرن اون ور، خانوما میرن این ور، حتی زن و شوهر اگه باشن. بعد توی سالن هم چندین پلیس از ناجا را میره با نظارت آقایون، فیلم سینمایی پخش میشه. خب اینا گفتن حالا که اینطوریه، خب ما فوتبال پخش میکنیم. فوتبال گفتن در استادیوم ها خانوم ها اجازه دیدن ندارن،
ولی تو سینما ها چه گفتن؟ خب مثل فیلم میمونه دیگه. خیال میکنی چیکار کردن؟ ریختن تو این سینما ها اونایی که پشت گیشه بودن، کشیدنشون بیرون، در سینما رو محرموم کردن، گفتن فوتبال تو سینما اجازه نداره. چرا؟ خانوما نباید بیان. ده آقا سینما چطور فیلم های دیگر شما میتونی بیان تو سینما ببینید، فیلم فوتبال نمیتونی؟ گفتن نه، فوتبال یه بازی هیجانیه و این جوون ها مردا هیجانی میشن، حرفای زشت میزنن. میبینی چقدر اسلام چه کرده؟ اینا گفتن آقا خب اگه اینطوری باشه تو خیابون هم که مردم این جوون ها حرفای زشت میزنن، پس زن ها نباید بیان تو خیابون. اما دیشب در برنامه هم گفتم این داستان دوباره براتون میگم. یه دانشجوی ایرانی برای من نامه نوشته، نوشته آقای فرجی من تا چند روز قبل زندان جمهوری اسلامی بودم به جرم این که دانشجوام و به جرم این که کردم. نوشته که من دستگیر کردم، از سنندج من فرستادن تهران و من اومدم در تهران، یعنی بردنم زندان اوین، بدترین شکنجه ها رو به من دادن، رکیکترین فحشایی که حتی اراذل او باش خیابانی شرم دارن از گفتنش. من میفهمم این چی میگه، چون این تلفن من همیانانی گرامی زنگ که میزنه این اراذل اوباش رژیم جمهوری اسلامی، این مسلمانانی که امامشون، امام قایبشون این مردک علی خامنه ای رئیس روزخانه هاست، حرفایی که در شأن خانواده خواهرشون مادرشون، این حرفا رو میگم برای اینکه بدونی که چه حرفای زشتی میزنن. منتها من میدونی چیه خوشحالیم که ببینی من کارم چه جوریه که این آقایون رو سوزوندم انقدر که اینا یه تیمی رو مأمور کردن به من پشت بدن. به من حالا من یه سیستم سامان برام گذاشته که هر تلفن مشکوکی رو قطع میکنه، مثل مال پارس دکون اینا تخته شده، تمام امکاناتشون گشتن که فحشای رکیک به من بدن، منو هدایت کنن به اسلام راستی. یکی از این آدم ها نمیدونم اسم یکشون رضاست، اسم یکشون ابوالفضل، اینجور که خودشون معرفی کنن، آدم هایی که در تاریکی میشینن فحش میدن. یه دفعه به یکشون گفتم، گفتم تو که مرد نیستی، بو جندت از توی تلفنم میفهمم، بو کثافتتون، ولی اگه مردی خب تو به من زنگ میزنی از تو تاریکی، شمارت هم بده منم بهت زنگ بزنم، من به تو فحش نمیدم، من با تو حرف میزنم. خب من وقتی میبینم اینا این کارو میکنن احساس میکنم حرف من پس یه جوری داره رو مردم تأثیر میذاره که اینا این اراذل و اوباش رو مأمور میکنن به من فحش کنن. شب، صبح، نصف شب فرق نمیکنه، نه یه نفر، نه دو نفر، 50 نفر با صداهای مختلف، حتی با شماره های اینجا، با شماره های لس آنجلس، با شماره نمیدونم سان فرانسیسکو، با شماره اورنج کانتی. شما میبینید تلفن از اینجاست، باز میکنید نه تهران. حالا البته میگم که همه اینا رو کنترل شده است. حالا این جوون برای من تعریف میکنه، میگه منو گرفتن بردن زندان اوین. آقای فرجی من یک ماه و نیم در بدترین شرایط شکنجه دادن، تحقیر کردن، خود کردن، ولی من بدنم رو اینا تونستن خورد کنن ولی فکرم سر جاشه. این یک بار پریروز در برنامه رادیوی صدای ایران خانم گلاویژ معتمدی هم، زن بسیار نازنینی که برنامه گذار رادیو صدا ایرانه، آمدن با خوشحالی در برنامه من با هم صحبت کرد. خانم گلاویژ معتمدی ریشه کردی داره، منم یه ریشه‌ای دارم. در اون برنامه صحبت می‌کردیم راجع به مسائل مختلف. یکی از اون چیزهایی که من صحبت کردم اون روز این بود که
چندین بار برای من از زندان‌های ایران نوشتن که آقای فرجی اینا میتونن بدنهای ما رو بزنن، ما رو علیل کنن، میتونن بدنهای ما رو خرد کنن، ولی دیگه مغز ما رو، تصورات ما رو، افکار ما رو که نمیتونن. اینا میمونه، اینا تلمبار میشه برای روزی که مردم ما انتقام این روزها رو از این روزخانهای وحشی به رهبری علی خامنه‌ای رئیس روزخانها خواهند گرفت. همینطوری که قذافی رو گرفتن، همینطوری که بن علی و مبارک رو گرفتن، همینطوری که روزهای آینده باز هم از بشار اسد و امثال این جهانی ها خواهند گرفت. اینا یه دوره ای دارن. حالا این دانشجو میگه که آقای فرجی من موقعی که بیمار بودم، موقعی که این کتک ها و این شکنجه ها بدن منو نحیف و نحیفتر کرده بود، میومدم میدیدم زندانی ها ترانه های خانم همیرا رو میخونن، ترانه های استاد شجریان رو میخونن، ترانه های ایرج رو میخونن، مرضیه رو میخونن، خواننده های صاحب نام مملکت ما رو میخونن. و میگفت اینا دیوانه وار میومدن ما رو میزدن، ولی باز ما میخوندیم. یک بار در برنامه، در یه برنامه رادیویی، من صدای این خانم همیرا رو خیلی دوست دارم، گفتم حرفای ما حرفاییست که در روز میگیم، خب باعث هیجان مردم میشه اینا، ولی خواننده ها یه چیزی دیگن، هنرمند ها یه چیزی دیگن، آثارشون ماندنیه. این آثار به مردم روح میده، به مردم ایمان میده، به اونا که اعتقاد دارن مردم. ببینید به خانم همیرا، بانوی آواز ایران، از بازماندگان دوره سربلندی موسیقی ایران. شجریانو ببینید، هر جا میره مردم سجده میکنن بهش، به ایرج، به گلپایگانی. حالا اینا با خانم پریسا، اینا کسایی هستن که ماندن، خدا رو شکر. در همه جا گفتم تو اون برنامه رادیو، گفتم من که عمری کردم، ای کاش عمر طولانی تر داشتم، اینا رو میدادم به آدمایی مثل خانم همیرا، میدادم به آدمایی مثل شجریان، اینا بمونن، اینا انرژیزان، اینا به بچه های ما تو زندان ها انرژی میدن برای مبارزه با این رژیم. این جوان نوشته که آقای فرجی منو بالاخره با یک وثیقه 250 میلیون تومانی آزاد کردم، من برگشتم از طریق کردستان، آمدم بیرون. ولی اینه نوشته، نوشته موقعی که منو کتک میزدن، برای اینکه بهتون بگم چقدر اینا آدمای با ایمانی هن، چقدر عفاف و حجاب برای اینا مهمه. اینی دیشب در برنامه هم گفتم، دوباره تکرار میکنم، میگه گفتم تو رو به اون قرآن که من سنی بهش اعتقاد دارم و شما هم به عنوان مسلمان بهش اعتقاد داری، تو رو به اون قرآن به من فحش ندید، من نزنید، این چیزایی که میگید من اصلا بیگانم از این مسائل. میگه یارو رفت یه قرآن آورد کوبید زمین، بازجو یه تیمه، میگه کوبید قرآن زمین با لگد زد روش. اینو بارها من شنیدم، بپرسید از این زندانی ها که آزاد شدن. میگه گفت مردی که قرآن ما حضرت آقاست، علی ما حضرت آقاست، امامای 12 امام ما حضرت آقاست، و فوش به همه اون اماما. راست میگه امیانانی گرامی، راست میگه. این حضرت آقا بود که این اراذل اوباش رو از تو خیابون جمشید و شهر کهنه که همه شما میشناسین و اینا جمع کرد، اینا رو کرد سردار، از تو میدون بارفروشا و دورور طیب و این لاتا رو. شما قیافه ها رو نگاه کنید، پیشونی های تا اینجا، چرب و چیلی، دهنشون رو باز میکنن مزخرفگویی. اون سردار رضایی چندین بار من در برنامه ها اشاره کردم بهش که من ژنرالای آمریکایی آلمانی رو میدیدم، میشستم بحث تلویزیونی میکردن،
آدم اصلا محو میشد از اطلاعات اینو سر جریان جنگ آمریکا و عراق. گفتم این مردک رضایی که میدون بارفروش آمده اینم میشینه مزخرف گویی میکنه. یه دفعه دیدم نشسته اینطوری در برابر خبرنگار مهر راجع به بکت صحبت میکنه، راجع به فلاسفه بزرگ اروپا، راجع به هنرمند چیز نمایشنامه میسرا، گفتم مثل بکت، راجع به ارسطو، راجع به نمیدونم. حیرت آور بود بر من. بعدم معلوم شد اینا رفته حفظ کرده که بگه بله بله ما مردی که سلشکری اون سپاه رو فهمید چی بارش، اینا همش آشغال این بالاست، حلبیه. رب یه دکترا قلابی هم گرفت سرلشکه، حالا دیگه نمیگن، میگن دکتر محسن رضایی. شما دیدین مثلا به اینشتین بگن دکتر اینشتین؟ برای آدمی مثل اینشتین دکترا مطرح مسخره است. برای فون بران فکر کنید مثلا بگن دکتر فون بران، یا فرض کنید بزرگترین رؤسای جمهوری آمریکا و اروپا، اینا بگن یه دکتر هم بزنن بغلشون. اینا وقتی حرف میزنه هلموت شمید یک شخصیت درجه یک سوسیال دموکرات آلمان یا ویلی برانت تیتر نداشتن، اینا مسخره است. تیتر دکترا برای هلموت شمید، برای ویلی برانت. حالا برای خیلی ها دیگه، ولی برای این احمدی نژاد و محسن رضایی و این اراذل اوباش دکترا به اینا شخصیت میده. خیال کردن میگن خب ما که لاتیپاتی بودیم، حالا اومدیم رفتیم و درجه گرفتیم، حالا مملکت هم که خرطوخره، یکم اون بالا نشسته که به ما همه زمینه ها رو داده، گفته چپاول کنید، بخورید، بزنید، هر کاری میخواییم بکنید بکنید، اما نظری مخالف ها سر بلند کنن. خب حالا ما باید دکترا بگیریم اینا که مملکت بگن که به 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 آقای محسن رضایی، دکتر محسن رضایی. اون طویله مجلس هم یک مش گاو ریختن توش. امروز همین سایت تابناک متعلق به محسن رضایی نوشته این کمیسیونای اساسی مجلس خالیه، هیچ کس نمیره، از این 270 تا نماینده نمیرن عضوش بشن. چرا؟ توش پول نیست. از جمله کمیسیون 90 مجلس، کمیسیون 90 مجلس میدونی چه کمیسیونه؟ کمیسیونی که مردم شکایت میکنه از قوه قضاییه، از قوه مجریه به قوه مقننه. این کمیسیون وظیفش اینه که به این موارد رسیدگی کنه، به این خلافا گزارش بده به قوه قضاییه و تذکر بده به قوه مجریه. دیدن آقا اصلا کسی تره خورده میکنه. آقای رئیس جمهور مصوبه مجلس رو میگه چون خلاف مقررات مملکت بود من اجرا نمیکنم. احمدی نژاد میدونه که جریان چیه. همه این نگاه کنید، همه خوابن، همه اینا میدونن مملکت زیر دست اون مردک روزخان اون بالاست. مجلس و نمیدونم انتخابات چیز این خبرگان و چرتیا، اینا همش مزخرفه. اصل کاری اون مردک اون بالا. احمدی نژاد دیدی گفت درش بیاری، اومد گفت من با آقای هاشمی 40 سال دوستم ولی با آقای احمدی نژاد نزدیکترم فکرم. احمدی نژاد هم گفت خب این همه تخمرغاش گفته ریخته تو صندوق، توی به اصطلاح چه اسمش سبد من، خب حالا پس بس من روشو کم کنم. یکی دو دفعه لگد پرانی کرد. همین احمدی نژاد بلایی سرش آوردن که الان میاد تو مجلس. من یادم میومد چایی میخورد، توپاله چایی مردک دلغک و نماینده های مجلس میخوردن، تبرک میگفتن مال احمدی نژاد. حالا میره تو مجلس اصلا کسی محلش نمیذاره، داد میزنن دو دو دو، یعنی چیز مخالفش. که همین رئیس روزخانها دید که خیلی آبروریزیه، گفت این چه حرکتی شما در مجلس میکنید، تشر زد. تشر زد. نگاه کنید دلغکا رو. بعدم رفت مجلس توهین کرد به همه، چون میدونه احمدی نژاد چه خبره. همه میدونن چه خبره. اما
امیهنان گرامی، همه اینها رو من گفتم برای شما تا به شما، همه شما هم واردین، همه شما میدونید چه خبر اون مملکت. یا آقای به من تلفن کرد، آقای فرج 32 سال این حرفا رو میزنی. این آقای رضا پهلوی رفت نمیدونم آلمان، هی میگه من اینجا میرم اونجا میرم اونجا میرم، این مجاهدین خائن نمیدونم این کار کردن این کار کردن، توده یا نمیدونم میلیون فلان، به همه بس کنین. همین پری روز به من زنگ زد، روز یک شنبه، گفتم ببخشید من یه سوال از شما دارم، شما اپوزیسیون؟ گفت بله من مخالف اون رژیم نمیدونم چاقو کش و فلان. گفتم خب شما که به اینا فوش میدین میگی اینا چی کار کردن، به منم میگی شما چی کار کردی؟ گفتم من میتونم بگم که شما چیه جریانت. شما یا رفتی لاس وگاس باختی عصبانی هستی برگشتی دیدی دیواری کوتاه‌تر از بنده و اپوزیسیون گیر نیوردی، یا اینکه تو تهران به این حاجه ها پول دادی زمین و خونت رو بدن پولت خوردن، حالا انتقام اونا رو که از ما بکشی. شما چی کار کردی برای مردم ایران؟ شما که میگی اینا چه غلطی کردن، شما چه غلطی کردی؟ دو تا پشت تا تلفن قطع کرد. ما همیهنان گرامی در چند جبهه باید بجنگیم، در آدمای متلون به شدت پولی که یک قبله اصلیشون جمهوری اسلامیه که برن با حاجه ها بند بکنن و با هم معامله بکنن و این کارا رو بکنن، زمینی خونه ای چیزی اینا رو بگیرن، بعد بیان اینور اونجا برن به مردم بگن آه خبری نیست، والا تو اروپا و آمریکا تا پاله اینجا ببخشید میارزه به همه آمریکا به همه اروپا از این مزخرفات، ولی بلافاصله بلیت برگشت رو میگیرن که برگردن، این برن برمیگردن شروع میکنن آقا ما رفتیم عجب اوضاعی خرط و خریه عجب اینطوری، دوباره سال دیگه زودتر. اینا رو میگن زوحیاتین، اینا مثل قورباغه میمونن، هم تو آبن هم تو خشکی. یک دینار برای این مبارزه در خارج و داخل خرج نمیکنن، ولی تا دلتون بخواد ادعا دارن انتقاد و نق میزنن. دیشب در برنامه هم گفتم تلویزیون صدای آمریکا، تلویزیون بی بی سی، رادیو صدای آلمان، رادیو زمانه، رادیو فرانسه، همه این رادیوها و تلویزیونها در خدمت اصلاحاتچیهای مملکت ما، همین آدمایی که عبدالله نوری اون مردکی که از طرف خمینی جیانی نماینده بود در سپاه، وزیر کشور خاتمی بود و نمیدونم با هاشمی رفسنجانی لاس میزد، دیروز مصاحبه کرده گفته ما برانداز نیستیم، ما خواهان یک مقدار تغییراتی هستیم. این ما بودیم که انتخابات ها را تنورش را داغ میکردیم و حالا هم اگر این مشکلات ما یه خورده حل شه، ما در داخل نظامیم. راست میگه، چه خدا رو شکر که اینا داخل نظام هست، جز ما ها نیستن. آقای جنجی، آقای نمیدونم، خیلی هاشون هستن، ولی این جالبه، همه تلویزیون ها و رادیوهای دولتی این کشورها در اختیار اصلاحچی هاست، اینجا این تلویزیون هایی که ادعای مبارزه میکنن باز دوباره به اینا برنامه میده. بله ما مشکلمون اینجاست همیهنان گرامی، به اسم اینکه دموکراسی رو باید برقرار کرد بین همه افکار. آقا کدوم دموکراسی؟ آقای حسین شریعت مداری نوشته یه زمانی بود این اصلاحاتچی ها اینقدر در اوایل انقلاب جنایت کردن، ما رفتیم گفتیم آقا چرا اینقدر میکشین؟ این حسین شریعت مداری شکنجهگر مسئول کیهان اشغال شده تهران مینویسه. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله العظما شریعت مداری الان در آلمان رفیق بنده هم هست. آقای شریعت مداری، حسن شریعت مداری میتونه بیاد اینو تایید بکنه که این آقای موسوی تبریزی که الان جزء اصلاحاتچی ها هست و یه موقع هم رئیس دادگاه سینما رکس آبادان بود، این آدم
افراد حزب خلق مسلمان رو در آذربایجان، در تبریز مخصوصا، در دادگاه‌های دو دقیقه‌ای محکوم به اعدام می‌کنن. دو دقیقه. و من متاسفم همیهنان گرامی که در اروپا که بودم، همین دوستای خود من، بعضیاشون گفتن ما سازمانامون رو باید منحل کنیم بشیم جزو حزب مثلا مشارکت اسلامی، بشیم مجاهدین انقلاب اسلامی. ما اینطوری هستیم دیگه. همیهنان هنوزم هستن بعضی که دخیل بستن به آقای موسوی و آقای کروبی. نه دوستان، این رژیم کلیتش تا زمانی که یک مردک اون بالا میشینه، شورای نگهبان هست، سپاه هست، همه این عرازل و اوباش هستن، این کلیت این رژیمه. اینا باید برن. 32 سال آزگار مملکت ما رو به روز سیاه نشوندن. بازم بشینیم ببینیم اصلاحچی ها این بار تصمیم میگیره. این پکنت و این آقای خدایی که جز بازمانده های حزب توده هستن، راجب این آقای خاتمی شرکتش در انتخابات که ایشون نخواست تمام درها رو به روی نمیدونم افراطی های راست ببند. آقا بس کن اینطور خدا. شما حزب توده تالا شده یک بار بیاد بگه ما اشتباه کردیم، زمان شادروان مصدق بگن چه جنایت ها اینا کردن بر علیه دولت ملی مصدق، و بعد از این جریان این انقلاب شکوهمند اسلامی چه جنایتی اینا کردن و همراه و همکار با جمهوری اسلامی و شخص خمینی، چقدر از میهن پرستان کشتن، لو دادن و بعد رفتن سراغ خودشون. بس کنید دیگه، اینقدر یک خطکشی نکنید بگید اینا نمیدونم کسانی بودن که با امام در خط نمیدونم چپ بودن، اینا در این بر خط را. آقا بس کنید اینا، یک بار بیاین بگین ما اشتباه کردیم. این شجاعت رو داشته باشید، از مردم معذرت بخواید. سپاسگزارم همیهنان گرامی، به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.